درود بر شما. 24 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 14 می 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معضل مسکن در ایران، البته با پرده آخرم در آخر برنامه. اما این هفته تقدیمی داریم در پیوند با جشن پیروزی کارگرای هفت تپه، مجتمعی که بیش از 6000 کارگر داشت و از سال 94 که مثلا به بخش خصوصی واگذار شد رسید به 4500 کارگر حدوداً. خریدارای این مجتمع 24000 هکتاری صنعتی کشاورزی که فقط با پرداخت 6 میلیارد تومان دادن صاحب اینجا شدن. الان دارن به اتهام قاچاق بیش از 1.5 میلیارد دلار ارز محاکمه میشن. بعد کارگرا زندان رفتن ها، شکنجه شدن ها به دلیل اعتصاب و اعتراض به کاهش تولید مجتمع و حقوقای عقب افتاده 5-6-7 ماهه که اوج این اعتراضا سال 97 بود که حمایت کارگرای مجتمع فولاد خوزستان رو به دنبال داشت، اومدن خیابون کارگرا در خیلی از شهرهای خوزستان، مثلا اهواز حمایت دانشجوها رو به دنبال داشت، فعالان و گروه های دیگه اجتماعی در داخل و خارج از ایران رو حمایتشون رو جلب کرد، تا بالاخره 18 اردیبهشت 1400 خلع اسد بیگی و شرکا از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعلام رسمی شد. روز پیروزی کارگرای هفت تپه بود بعد از 5 سال حداقل مبارزه. بیانیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همه رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد. دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسئله دار خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. قوه قضاییه میگه تأخیر در اعلام این رأی به دلیل بی ربطه، واقعا به دلیل آنچه که نوشته در همین بیانیه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. حالا فارغ از این تأخیر در اعلام و اجرای حکم دادگاه که همیشه باید بلا فاصله اعلام بشه طبق قانون خودشون، و فارغ از حرفایی که احسان الله اسد بیگی، بابای گلپسر امید اسد بیگی، این بر اون بر با رسانه ها زده، امید اسد بیگی مدیر عامل هفت تپه بود، یعنی فارغ از این که اینا رفتن مصاحبه کردن اینجا و اونجا که هیچ حکمی دریافت نکردن از دادگاه و تازه اگه دریافت کنن تقاضای تجدید نظر میدن، و فارغ از این که همچنان پرونده امید اسد بیگی، گلپسر احسان الله خان و مدیر عامل هفت تپه به اتهام قاچاق 1.5 میلیارد دلار ارز و سوء استفاده از تسهیلات هفت تپه برای قاچاق ارز در جریانه، فارغ از اینا حکم قوه قضاییه مبنی بر اینکه هفت تپه باید برگرده دست دولت در 18 اردیبهشت 1400 اعلام شد. محمد خنیفر کارگر اخراجی از هفت تپه در گفتگو با خبرگزاری جوان میگوید ببینید که چه کارایی کردن همین الان که حکم خلعیت صادر شده برای اینکه زمین بزنن، چون افتاده دست کارگرا در واقع، حالا تا دست دولت و اینها. محمد خنیفر میگوید بعد از انتشار اخبار خلعیت تمام کارگران مشغول به جشن گرفتن هستند، اما متاسفانه مشاهده میکنیم که در حال خارج کردن یک سری از ماشینالات و قطعات هستند. به طور مثال پمپ آبی که چند صد میلیون تومان ارزش دارد را خارج کردند. او افزود مطلع شدیم که از 48 هزار تن شکر زرد تولید شده از آذر ماه سال گذشته تا امروز که در انبارهای کارخانه بوده، تنها 4000 تن باقی مانده که آن را هم پیش فروش کردند، یعنی تقریبا اکنون انبارها به طور کامل تخلیه شده. یکی از کارگران نوشته ظاهرا آمدانه با همدستی مسئولین حق آبه هفت تپه رو به کمترین میزان رساندند و میخوان کارشکنی کنن و شرکت رو زمین بزنن. الان نیشکر شدیداً به آب
نیاز داره. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سالار بیژنی، ایمان خزری و 8 نفر دیگه که شب عید امسال اخراج شدن منتظرن تا حکم بازگشت به کار بگیرن. یعنی وقتی که رفته دست دولت، خلعیت در همه حوزه ها طبق حکم دادگاه از خانواده اسد بیگی باید گرفته بشه، طبق حکم دادگاه، و کسایی که اینها اخراج کردن باید برگردن سر کار. که عرض کردم اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سالار بیژنی، ایمان خزری و 8 نفر دیگه که همین شب عید 1400 اخراج شدن. کارگرای افتاپه روز 19 اردیبهشت رفتن همکارای اخراجیشون رو آوردن تو محوطه مجتمع، توی جشنی که گرفتن. چند نفر از نماینده ها سخنرانی کردن، از جمله اسماعیل بخشی. یا این اتهامو به ما زدن، میگن اصلا هفت کارگرای هفت‌تپه بحثشون مبارزاتی نبوده، انگار ما تو این 5 سال خیلی خوش گذشته بمون، یا این جمعیت همینجوری اومدیم برای دلخوشی داریم شادی میکنیم. بالغ بر 300 پرونده قضایی، 10 نفر اخراجی، 10 بار زندانی هزینه دادیم، مگه تفریح بوده؟ در رنج بودیم، در زجر بودیم. این پیروزی شیرینه بر ما، توجه دارید؟ اما اول راه این برادر ما، هر کس به شما وعده آرمان شهر بده بدونید فریبکاره. ما چرا اینجا داریم جشن میگیریم؟ چون این آغاز راه و قرار دیگه راه رو خودمون دست بگیریم. آغاز راهی است که خودمون اونجاییم، خودمون میخوام شروعش کنیم. چطور؟ دوستان عزیز، اگر میخواین دوباره دولتی با مدیرانش نیان به ما ظلم کنن، یک، در اسرع وقت مجمع نمایندگان، شورای واقعی کارگری تحت عنوان مجمع نمایندگان رو در قسمت‌ها راه اندازی کنید. یک کمیته انتخاباتی تشکیل میدیم، بر اساس تعداد جمعیت‌های هر اداره نماینده انتخاب کنید. یک، دو، از مدیران، مهندسان، تکنسین‌های خود هفت‌تپه دعوت می‌کنیم یک کارگروه فنی برای به دست گرفتن امور. تقدیمی این هفته به کارگران و دانشجویان. واقعیتش نگاه اینجوری نکنید، خیلی هیجان دارم اصلا. نگاه عرقی که ریختین، اون اتحادی که داشتین، یا تو صالح و حراج با در پیروزی ها، در شادی ها معمولا رسمه که ابتدا فرار آیاسی معمولا یاد میکنن از کسانی که بودند و الان در جمع ما نیستن، و یاد میکنن از کسانی که حامی ما بودن. ما هم این سنت رو به جا میاریم. یادونه تو اعتصاب 97 من میگفتم مثلا یه جمله میگفتم درود، همه با هم میگفتیم درود. دوست دارم یه بار دیگه تاریخ رو تکرار کنیم، اشکالی نداره؟ درود بر شرفتون، درود بر کارگران هفت‌تپه، درود بر اتحادتون، درود بر غیرتتون، درود بر زنان هفت‌تپه، درود بر فرزندان هفت‌تپه،
درود بر کسانی که از ما حمایت کردند. درود کارگران ایران. درود. درود معلمان شریف. درود. درود پرستاران عزیز، کادر درمانی. درود. درود جامعه زنان، جامعه فعالین حقوق زنان. درود. درود این درود آخری خیلی کش برا من عزیزه. اگه کسی از قلم انداختم از همینجا از همش نوسخایی میکنم. نه بازنشستگان عزیز درود. درود ولی این آخری رو دوست دارم که جوری بگید که به گوششون واقعا برسه. عزیزان پشتمون موندن، هزینه دادن، برا ما زندون رفتن. دانشجویان عزیز درود. درود توی یکی از برنامه های سیمای آقایون یکی دو سال پیش بود که از رئیس سازمان برنامه و بودجه که ایشون معاون رئیس جمهورم تشریف دارن پرسیدن میدونید شما قیمت چند تا کالای اساسی رو اگه ازتون بپرسم که تو بازار چقدره؟ اجازه میدین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟ خیر باش، پس خریدار شما انجام نمیدین؟ نه خانومم انجام میدین. ایشون آقای نوبختن، رئیس سازمان برنامه بودجه مملکت. حالا مشخصا درباره مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی فکر میکنین این که معاون رئیس جمهورش بود خیر، زنم خرید میکنه، هیچ توضیحی من نمیدم. فکر میکنین وزیر مسکن و شهرسازی این دولت چقدر از قیمت مسکن تو تهران، نه تو شهرستانهای کوچیک، تو تهران چقدر خبر داره؟ میانگین قیمت مسکن تهران بیشتر از 15 میلیون تومان نیست. این جمله رو محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته و توضیح داده که نباید قیمت خونه های بالای شهر برای محاسبه میانگین قیمت مسکن لحاظ بشه. واقعیت کف کوچه و خیابون ولی با ادعای وزیر خیلی متفاوته و نه فقط مرکز تهران که حتی جنوب شهر با قیمت ادعای وزیر قریب است. بنگاه‌دارای منطقه در تهران میگن قیمتی که وزیر گفته قیمت مسکن مهر و در تهران محال خونه نوساز با همچین قیمتی پیدا کنید. اونا میگن قیمت خونه های نوساز خیابون کلهور و ارومیه که نزدیک میدان جمهوری متری 35 تا 36 میلیون تومنه و بدترین محله های این منطقه متری 25 تا 28 میلیون تومن قیمت گذاری شدن. بنگاه‌دارای منطقه تاکید میکنن که تازه این قیمت یک ماه پیشو اگه بخواید امروز خونه بخرید باید با صاحبخونه تماس بگیریم و قیمت جدید بدیم. بنگاه‌دارای جنوب شهر هم میانگین قیمتی رو که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده قبول ندارن و میگن در بدترین محله‌های یافت‌آباد قیمت خونه نوساز 18 تا 19 میلیون تومانه. تازه اونم برای خونه‌های بدون پارکینگ و انباری که طبقات 4 و 5 قرار دارن. اونا توضیح میدن که قیمت بالای خونه باعث شده که آخرین معاملاتشون مربوط به 1.5 تا 2 ماه پیش باشه. این در شرایطی که پارسال تا روزی 2 تا خونه خرید و فروش داشتن. اون معاون رئیس جمهورش، این وزیر راه و شهرسازیش، اینا اصلا نیازی ندارن که از واقعیت زندگی مردم حتی از ساده ترین موضوع مربوط به سمتشون مثلا یعنی قیمت ها خبر داشته باشه، چون فرقی هم در اوضاع نمی کنه اگه اینا خبر داشته باشن. اصلا دغدغه شون نیست اینا، این چیزا دغدغه شون چیزای دیگه است که میدونین، رانت و باند و صندلی و مسکن مهری هم که تجارت نیوز در این گزارشی که دیدین از قیمت متری 15 میلیون تومنش میگه، یک کالای مصرفی است در واقع، به این معنی که مردم استفاده میکنن، مصرف میکنن، یعنی هر کسی داره سعی میکنه حفظش کنه. یک کالای اساسی مصرفی است، هر کی داره سعی میکنه حفظش کنه وگرنه بیخونه میشه. یعنی کالایی نیست که تو بازار بفروشی سودشو ببری در درجه اول، چون میتونی فرش زیر پاتو بفروشی یا فرش نداشته باشی اصلا، ولی نون باید اساسا داشته باشی، مسکن باید اساسا داشته باشی، وگرنه یا میمیری یا میفتی تو خیابون بیخونه. به این دلیل اینا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بهش میاد. خب
پر صدا صداترین طرح تأمین مسکن برای مردم در طول حیات جمهوری اسلامی طرح مسکن مهر بود. این طرح کلهم اجمعین 2,200,000 واحد خونه ساخت، کلش اینقدر هم سر و صدا کردن در کشوری که طبق آمار جمعیت و ازدواج سالانه به 1,000,000 مسکن جدید احتیاج داره، باید ساخته بشه. حالا جدا از کیفیت بسیار پایین خونه های مسکن مهر، ببینید چقدر با حساب کتاب ساخته شده این مسکن مهر. بدون اینکه در واقع تو این مجموعه که همش در واقع حالا فارغ از اینجا پارک طبیعی بده و بدون مجوز محیط زیست ساختن، حالا اوناشو بحث‌های دیگه است که سر جای خودش هست. ببینید یک جنگل ساختمانی اینجا عرصه خدمت شما درست کردن بدون اینکه در واقع اینجا به فکر آبش باشن، به فکر برقش باشن، به فکر مدرسهش باشن، به فکر فضای اجتماعیش، اصلا به فکر نحوه مسیر دسترسیش باشن. شما پول مسیر دسترسی رسیدن به هر واحدها، قیمت پول مسیر هر مسیرش از قیمت 1 متر مربع تمام شده ساختمانش بیشتره. اگه شما بخواید مسیر رو اجرا بکنید، آب رو اجرا کنید، برق رو اجرا کنید، گاز رو اجرا بکنید و تمام این خدمات رو اجرا بکنید، پول اونا سرجم نسبت به 1 متر مربع اینجا بیشتر. حالا برای اون چه هزینه اعتبار گذاشتن؟ صفر. من به اصلا میکنم آقا شما که نمیتونید که بیایید با حدود 90,000 خانوار بازی بکنید، که بیاد ازشون پول بگیرید بیادشون اینجا بحثید. حالا نشد. این یکی از دلایل مهم شکست پروژه مسکن مهر در همون مراحل اولیه ساخت، توضیحی که آقای عباس آخوندی داد که قبلا وزیر بود، با نادیده گرفتن این کمبودهای اساسی دولت همین خونه ها رو تحویل میده، مردم رو وادار میکنه که هر روز دنبال آب و برق و گاز و امکانات ضروری نداشته خونه شون بدون. من شاهد بودم که به من مراجعه میکردن ساکنین مسکن مهر و میگفتن که من بچه هم برای این که ببرم مدرسه باید آژانس بگیرم. اگه من مسکن مهری هم که خب نمیتونم آژانس بگیرم ببرم، اگه آژانس میتونم بگیرم بچه مسکن مهر رو به من دادید. یعنی این یک کلاف سردرگمی بود که در حقیقت نشون میداد که جایابی این مسکن ها غلط بود و پیشبینی شهرسازا اینه که حداقل توی 1-2 دهه آینده این وضعیت ادامه داره. یعنی شما هی مدام باید دولت خرج کنه برای اینکه این فضاهای بیرون شهر بتونن در حد شهر نزدیک خودشون در حد سطح خدمات شهری بالا بره. ببینید یک پله مهم خونه‌دار شدن مردم این است که از وقتی فردی زندگی مستقل تشکیل میده، خانواده تشکیل میده، بتونه خونه خودش داشته باشه. دولت اول روحانی میاد طرح صندوق پسنداز مسکن 1 را میندازه، بیش از 600,000 نفر طبق آماری که همین دولت اعلام کرد ثبت نام میکنه. بعد از چند سال 1/3 این تعداد صاحب خونه میشن، باز این اعلام رسمی خود دولت روحانی. 2/3 نمیتونن صاحب خونه بشن. چرا؟ مگه پولشون رو تو طرح پسنداز مسکن 1 پسنداز نکرده بودن؟ کرده بودن، ولی در فاصله زمانی اندکی قیمت خونه ای که میخواستن بخرن چند برابر شد. خب نتونستن بخرن دیگه، یا همچنان پولشون رو گذاشتن بمونه تو بانک تا شاید بچه هاشون این امکان رو پیدا کنن، نوه هاشون، یا اصلا فوت کردن و اون پول به صورت ارث از بانک برداشته شد و خرج شد و رویای خانه‌دار شدن اونا هم دود شد رفت همون. امروز وقتی شما وامی میگیرین برای خونه از بانک مثلا، ممکنه 1/3 پول خونه تون اون وام پر کنه مثلا، ولی 6 ماه دیگه همون وام یا همون سپرده 1/10 قیمت خونه رو پوشش میده. این جهش تورمی قیمت ها فقط خاص خونه نیست، برای همینه که میبینید قیمت مسکن مثل قیمت هم و همروند قیمت ارزاق عمومی و کالاهای اساسی زندگی جهش پیدا میکنه. امروز میبینید گوجه فرنگی فلان قد، فردا میبینید 2 برابر شده قیمت خونه. همچنان
و مدام قدرت خرید مردم کم و کمتر میشه. برای همینه که وعده مسکن مثل بقیه وعده های حل بقیه مشکلات اساسی مردم فقط شعار و فریب. رئیس جمهور یا وزرایشون چیکار میتونن بکنن که قیمت مسکن مهار بشه؟ آیا میتونن به کارخونه ای که تمام هزینه هاش رفته بالا، مساله ساختمانی تولید میکنه، بگن میلگرد نمیدونم سیمان کاشی سرامیک رو قیمتش رو نصف بکن؟ نه نمیتونن، چون خودشون مصوب کردن به بر. آیا میتونن به منی که پیمانکار هستم میسازم به هم بگن قیمت ساختت رو برو 40% کم بکن، وقتی قیمت مهندسی و کارگری راف 30% هر سال داره میره بالا؟ چجوری میتونن کم کنن؟ پس بنابراین اینی که به صورت سیستم های دستوری در ادوار متفاوت دولت ها دیدیم میان یه دستور میدن آقای وزیر برو تا یک شنبه بررسی کن قیمت رو بیار پایین، به نظر میاد شوی بیشتر نباشه. احساس حالا بنده به عنوان یک کارشناس، ممکنه کارشناس های قوی تر از من بگن نه واقعا میتونن بیارن پایین. ما موضوع اون یکی از موضوعات اصلی موضوع سوداگری در مسکن، موضوع بعدیمون که اصلی ترین شه تقاضا و عرضه ای هستش که در بازار مسکن ما داریم. ببین ما سالی حداقل طبق آمار رسمی ایران 800 تا 900 هزار ما حداقل ازدواج داریم. خب یعنی ما در حالت معمولی اگر عقب افتادگی قبلیمون رو صفر فرض بکنیم و بگیم همه مردم طبق قانون اساسی صاحب خونه هستن، همین امروز که با شما شروع میکنم باید در سال 99 800 هزار واحد مسکونی بدهم تا عرضه و تقاضا رو متعادلش کرده باشم. آیا این برای دولت امکان پذیره؟ چرا امکان پذیر نیست؟ این راهی که آقای بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره میکنه، این کل تشکیل سرمایه است تو ایران. وقتی که روند شما تو تشکیل سرمایه نزولیه، حالا شما مثلا تصور میکنید که فقط مثلا تو یک بخش میتونید روند رو تغییر بدید. نکنید با یه مشکلی که داریم تو این بحثا این که مسائلی که برمیگرده به اقتصاد کلان، شما برش گردونید به اقتصاد بخشی، حالا چه میخواد بخش مسکن باشه چه هر بخش دیگر، بخش کشاورزی، بخش صنعت یا بخش این بحث‌های شما بحث‌های روند کلانه، لیکن روند کلان کلاً تشکیل سرمایه ناخالص جدید به قیمت ثابت، این روند نشون میده که روند نزولی، یعنی که میگن منهای 6.8% برای 9 سال مداوم، یعنی ما فاصله سرمایه گذاریمون این مقداره. ما باید این قصه سرمایه گذاری میداشتیم حالا اینجا هست. این چقدر اینجا الان؟ این در واقع حدود مثلا 800 هزار میلیارده. میباید چقدر میشد؟ 3 میلیون میلیارد میشد. این اون فاصله هست، اینو هیچ مدیر بخشی برای شما نمیتونه حلش کنه. این باید در واقع روند سرمایه گذاری تو کشور درست باشه. میگه که در دو دولت وزیر بوده تا کل اقتصاد، یعنی ساختار اقتصاد کشور عوض نشه، به قول به تعبیر ایشون درست نشه، این وضع بدتر شونده ادامه داره و در بهترین حالت بخشی از مردم که دستشون به دهنشون هنوز میرسه برای حفظ امنیت پولشون و خونهشون بازار مسکن ایران رو رها میکنن، میرن کشورهای دیگه خونه میخرن. اقتصاد ایران شد پر از مخاطره. وقتی شد پر از مخاطره، فقط تو 3 سال گذشته به جای که مردم تو ایران خونه بخرن 15 میلیارد دلار رفتن بیرون خونه خریدن. تعداد خانه‌هایی که ایرانی‌ها خارج از ایران خریدن تو همین 3 سال گذشته 15 میلیارد دلار بوده. نه چقدر پول میشه؟ این آمار مال دولت احمدی نژاد نیست، مال همین دوره دوم دولت روحانی است. بدیهیه که آثار سیاست هر دولتی در دولت‌های بعدی کم و بیش وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. به نسبت میزان ارتباط اون سیاست‌ها و اقدامات با زندگی و منافع مستقیم مردم، یعنی هرچی احمدی نژاد کاشت بعد روحانی درو میکنه، هرچی روحانی کاشت دولت بعدی هر کس درو میکنه، این بدیهی است. اما آنچه هست درباره کل وضعیت اقتصاد کشور، حالا در ادامه آشناتر میشیم با این موضوع. طبق آمارهای رسمی اداره آمار ایران،
پایان دوره احمدی نژاد قیمت خونه در ایران تا حدود 10 برابر افزایش پیدا کرد، قیمت زمین شد 9 برابر، قیمت آپارتمان شد 6 برابر و درآمدها 2 برابر هم نشد. خب تو این وضع نتیجه روشنه. بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار، طی 10 سال گذشته جمعیت مستأجران با رشد حدود 3,300,000 نفری مواجه شده و سهم این گروه از 25% در سال 1385 به بیش از 30% در دهه 90 رسیده است. آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ملکی در سال 85 مال خودشون بوده. مسکونی ملکی در سال 85 حدود 11 میلیون خانوار بوده که با حدود 30% رشد به 14,250,000 رسیده. همچنین تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سال 85 حدود 4 میلیون خانوار بوده که با بیش از 80% رشد به 7,250,000 خانواده رسیده. این آمار رو برمیگردیم. یه نکته بسیار مهم دیگر هست اینجا، کمتر هم بهش توجه میشه. ببینید آماری که براتون خوندم میگه 14 میلیون خانوار، خورده ها رو رها کنیم، 14 میلیون خانوار در سال 95 از 11 میلیون رسیده به 14 میلیون صاحب خونه. خب 14 میلیون خانوار، 7 میلیون خانوار اجاره نشینن در سال 95، رو هم میشه چقدر؟ میشه 21 میلیون، 14 و 7. خب حالا این آمارم توجه بفرمایید. تعداد خانوار ایرانی در سال 1395 به 24 میلیون و حدود 200 هزار رسید. این نتیجه سرشماری از خانوارهای شهری و روستایی است. تعداد کل صابخونه ها و اجاره نشین ها رو که 21 میلیون خانوارن، از کل آمار خانوارها که سرشماریشون میگه 24 میلیون خانوارن کم کنین میشه 3 میلیون خانوار، نه صاحب خونن نه اجاره نشین. هر خانوار رو سرشماری و آمار حدود 4 نفره در نظر گرفته، 3 و 6 و خورده، حدود 4 نفره در نظر گرفته هر خانوار، هر خانواده 4 نفر. یعنی چی؟ 3 میلیون نفری که مفقوده در این آمار، یعنی 12 میلیون نفر اصلاً نه در مسکن اجاره‌ای زندگی میکنن نه در مسکن ملکی. این 12 میلیون نفر آیا اینا رو باید حاشیه‌نشین و حلبی آباد نشین به حساب آورد؟ حتی اگر این درست باشه، 12 میلیون نفر از جمعیت کشور 84 میلیون نفری، یعنی از هر 7 نفر جمعیت کشور 1 نفر هیچ سرپناهی نداره، هیچ. این فاجعه رو که در همه حوزه‌های اقتصاد، جامعه شناسی، فرهنگ کشور اثر مستقیم داره چجوری میشه توجیه کرد؟ بعد از 42 سال شعار، این یکی از جرم‌های بزرگ مسئولان این نظام مقدس نیست؟ آقای دکتر بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد، در فصلنامه همشهری اقتصاد میگوید وقتی به کارگری 1 میلیون دستمزد میدهیم، با این 1 میلیون کجای تهران میشود خانه اجاره کرد؟ در پایین ترین جای تهران هم باید حداقل 1,500,000 تومان اجاره بدید. چرا هر سال 5% به حاشیه نشینی اضافه میشود؟ یعنی 1/20 شهر در سال افزایش حاشیه نشینی داریم. در همه جای جهان این رقم 0.1% است، در ایران 5%. این یعنی فاجعه. دکتر رجب پناهی، معاون سابق حفظ کاربری سازمان امور ارضی، نکته دیگر را اشاره میکنه که بسیار مهمه، توجه بفرمایید. توی سندهای توسعه مهمشون که قانونه، مواردی رو اگر نگاه بکنید در بهترین حالت توصیه هست. به خاطر همین وقتی که شما به نتیجه برمیگردین میبینید که اصلا موفق نبود. که الان به هر حال اگر اسمشو برنامه بذاریم، اسم برنامه دولت‌های قبلی رو، همین دولت‌هایی که شمردم، اگر اسم اینا رو برنامه بذارید،
که من اعتقاد دارم هیچ کدوم از اینا برنامه نیست، اینا یه سری روش های توصیه سفارش هست، باید نباید هست. اگر مال دولت های قبلی واقعا شو بود، ابتذال بود، برنامه های دولت دوازدهم واقعا فراتر از ابتذاله. چیزهایی که درش گرفته شده اینا اصلا مشکل رو نمیشناسن. کدوم برنامه؟ اینا اخیراً توصیه میکنن که همین مسکن ملی یکی از اقدامات شاخصشون که میخواستن روش جولان بدن، به هر حال مانور بدن، همینه طرح ملی مسکنی که چی الان منتفع شد؟ چی دید؟ آثارش رو کجا دیدیم؟ هیچ جا، چون به قیمت بازار آزاد اگر باشه طرح مسکن ملیشون که هست، خب مردم رو هم بازار آزاد میکنن پول داشته باشن. مشکل ساختاری اقتصاد ایران که در واقع مشکل ساختاری نظام حکومتی ایرانه و به همین دلیل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور فقط شعاره و به قول دکتر رجبی که شنیدین در بهترین حالت توصیه است. این دو تا دلیل اساسی داره. بودن یه مشت بی سواد نالایق در مصدر امور که هر کدوم باند خانوادگی و فامیلی و مافیایی درست کردن و علم ندارن، به قول امام خمینی تقوا دارن، و عده بی سواد و نالایق دیگر رو آوردن گذاشتن در مصدر امور. اینا هم برنامه نویسن و هم برنامه اجرا میکنند. هدفشون چیه؟ هدفشون دلیل اساسی دیگر شکست همه طرح‌های اقتصاد کلان کشوره، پر کردن جیب خودشون و باند و خورده مافیای زیر دست خودشون رو قوی تر کردن. به همین دلیلی که میبینیم همه جا دست پیمانکارهای ساختمونی هولدینگ هایی که یا مال سپاهه یا مال تازه به دورون رسیده هایی که با فلان مسئول حکومتی عضو هیئت مدیره این شرکت ها، شرکت های متعدد پیمانکاری نعمتزاده وزیر صنعت معدن تجارت دولت اول روحانی یک نمونه است، یا اینکه مال نمیدونم بنیاد هاست یا مال ستاد اجرایی فرمان امامه. اینا پیمانکارا هستند در ساخت و ساز و مسکن هستند در ایران، یعنی در یک کلام راندخاری و البته بیلیاقتی. چون وقتی راند و رابطه و پارتی و باند ملاک باشه، شایسته سالاری وجود نداره و این اساس نیروی مدیریتی کشور اینه که کار به اینجا میرسه. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر منصور بسیار خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستیم در این برنامه. درود بر شما. صفحه آخر. ببینید من یکم سوالم طولانی میشه، معذرت میخوام، ناچارم یه آماری رو خدمتتون بگم تا سوال برای بیننده ها شاید روشن تر بشه، اگه اجازه بفرمایید. ببینین طبق آمار رسمی کشور، میانگین قیمت آپارتمان مسکونی تهران در اردیبهشت سال 99 170 میلیون ریال در متر مربع، یعنی 34% افزایش نسبت به ماه مشابه در سال قبل و 184% افزایش نسبت به ماه مشابه در دو سال قبل. این میانگین قیمت، این یعنی روند صعودش. تعداد معاملات آپارتمان مسکونی تهران در اردیبهشت 99 همون سال 11310 واحد، 7% کاهش نسبت به ماه مشابه در سال قبل و 41% کاهش نسبت به ماه مشابه در دو سال قبل. روشنه دیگه، در افزایش بر در قیمت افزایش به این صورت شیبتون و در معاملات کاهش به این صورت. خب بعد همین رشد قیمت مسکن ادامه داره. در تیر ماه 99، یعنی دو ماه بعد از اون آماری که عرض کردم، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اولین ماه فصل تابستان به 20 میلیون و 900 هزار تومان 21 میلیون
رسید. هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران متوسط. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور میانگین برابر با 13 میلیون خورده‌ای بوده است که حاکی از افزایش بیش از 56% قیمت مسکن تا یک سال گذشته است. هیچ فرقی هم نمی‌کنه در کدوم منطقه باشه. نمودار رشد قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران وقتی نگاه می‌کنیم که الان مشاهده می‌فرمایید، همه مناطق از 1.5 برابر تا حدود 2 برابر افزایش قیمت داشته در یک سال تیر ماه 98 تا تیر ماه 99 و یعنی رشد بیش از 11 برابری قیمت مسکن در کمتر از 10 سال. سوال اینه که چرا قیمت مسکن در ایران تابع در واقع قانون عرضه و تقاضا نیست؟ یعنی معاملات مسکن هیچ ربطی ظاهراً به شیب همیشه بالا رونده قیمت مسکن ندارد. بعضی وقتا خرید و فروش کم شده، معاملات تعدادش کم شده، بعضی وقتا تعداد معاملات رفته بالا و این پایین بالا رفتن این مدار رو همیشه میبینیم، ولی قیمت همیشه شیب صعودی داشته. یعنی آیا ربطی به قوانین بازار اصلا نداره قیمت مسکن؟ بله، با سپاس جناب طلعتی عزیز. یکی دو تا توضیح مختصر عرض کنم. ببینین، من بعد از گفتگو با شما به پرونده مسکن مراجعه کردم، من که تحمل کردم. آخرین آماری که از بانک مرکزی داریم در فروردین همین امسال قیمتها رو بسیار بالاتر از اون که شما فرمودید گزارش میکنیم، یعنی 66 تا 67 میلیون تومان برای متر مربع در منطقه یک تهران، ارزان ترین جا حدود 13.5 میلیون تومان در تهران در منطقه 18 گزارش میشه. همینطور اجاره خونه، کرایه خونه ماهانه به طور متوسط 4.6 میلیون تومان اعلام میشه. خب اینا در واقع تأیید روح و مطلبی است که شما میفرمایید. و اما یک قانونمندی در این قضیه وجود داره. ببینید، نکته‌ای که شما مورد سوالتونه اسمش هست رکود تورمی، یعنی از یک سو قیمت بالا میره، از سوی دیگر خرید و فروش کاهش پیدا میکنه و این عواملی داره بسیار بسیار جدی در ساختار نظام تولید و توزیع و نظام پولی کشور که جاش در چند دقیقه نمی گنجه. من امیدوارم فرصتی باشه من یه وقت در برنامه مفصل‌تر این قضیه رو توضیح بدم که چیست و چه عواملی اینو پدید میاره. اینه میگیم رکود تورمی. ولی برگردم به اون نسبتی که فرمودید، برای اینکه مهمه و میخوام بگم که یک قانونمندی دقیق در اقتصاد این پدیده‌ای که شما طرح فرمودید در بر میگیره و توضیح میده. ملاحظه بفرمایید، در این 10 سال گذشته قیمت مسکن همانطوری که فرمودید شده 11 برابر، قیمت دلار شده 16 برابر، قیمت طلا شده 16.5 برابر، سطح عمومی قیمت ها شده 9.7، یعنی تقریبا 10 برابر. ولی در واقع در پشت همه اینها بازیگر اصلی یک عامله. یعنی ما ممکنه 100 تا گروه از کالاها و خدمات بگیریم و افزایش قیمت اونا رو ببینیم، اینا رو با هم بسنجیم و بحث کنیم که چرا یکی 16 برابر دیگری 11 برابر. اینا همه توضیح داره. ولی پشت این قضیه افزایش حجم نقدینگی است در 10 سال گذشته 9.5 برابر. در واقع وقتی حجم نقدینگی به صورت انفجاری بالا میره، تمامی کالاها، تمامی خدمات، تمامی واردات، تمامی اون که به بازار میاد افزایش پیدا میکنه. چرا با درجه های متفاوت، یکی 16.5 درصد، یکی 11 درصد؟ این بستگی به عرضه و تقاضا و ساختار اون بازار داره و اینا رو میشه توضیح داد. ببینید، یکی دو تا نکته منطقی میشه از این نسبت ها استخراج کرد. یکی اینکه حجم نقدینگی 9.5 برابر شده، سطح عمومی قیمت ها تقریبا با این حجم نقدینگی موازی حرکت کرده، یعنی 9.7، اونم یعنی تقریبا 9.5 برابر.
افزایش پیدا کرده. ولی چرا در اینجا مسکن 11 برابر افزایش پیدا میکنه؟ برای اینکه در اونجا کمبود مسکن وجود داره و عرض کنم ساختار بازار هم متفاوت است از متوسط بازارهای کشور. میشه دقیق‌تر وارد شده توضیح داد، منتها الان مجالی نیست من عرض کنم. چرا قیمت دلار 16 دلار، شما رابطه دلار و طلا رو ببینید، دلار هم 16 برابر شده، طلا هم 16 و نیم برابر شده، سکه طلا. برای اینکه اینا قیمت جهانی دارن مربوطند، یعنی امکان نداره قیمت دلار بالا بره قیمت طلا کمتر بالا بره، برای اینکه اونجا با پدیده روبرو خواهیم شد به نام آربیتراژ، یعنی پولا از طریق دلار به سوی عرض کنم طلا فرار میکنه و در نتیجه در بازار تعدیل به وجود میاد. پس اینا قیمت های بین المللی هستند، 16 برابر 16 و نیم برابر. با این مقایسه بکنیم مسکن رو که 11 برابر، یعنی در اینجا هم معنای مهمی رو میشود استخراج کرد و اون اینکه افزایش قیمت دلار به 16 برابر نشان از این دارد که دلار از قدرت خرید خودش بیشتر از اون تناسبش قیمتش بالا رفته. علتش هم کمبود عرضه دلار، یعنی بسته بودن بلوکه بودن پولهای ایرانه. به این ترتیب اینا همه توضیح داره، ولی این مسئله قایم امر قانونمند اقتصادی است که قیمت‌ها در ایران به تناسب افزایش نقدینگی که من اسمش رو میگذارم انفجار نقدینگی به صورت رسوا و به صورت خرابکارانه بالا میره. در این سال گذشته هر روز جناب فلاحتی 2600 میلیارد تومان نقدینگی پدید اومده، این آخرین آمار بانک مرکزی است. هر روز 2600 میلیارد تومان نقدینگی افزایش پیدا کرده، در حالی که تولید امسال تولید ملی کشور 6.8% طبق آمار رسمی منقبض شده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش انفجار قیمت ها میشه. خیلی آقای دکتر جانب. این وضع همچنان ادامه داره، یعنی مردم میپرسن که چه خواهد شد؟ آیا امکان کاهش قیمت مسکن و کاهش اجاره بهای مسکن در چشمانداز هست؟ بله، ببینید تحلیل هایی که کارشناسان مسکن و زمین در ایران دادن، من فقط اشاره بکنم به روح کلامشون، این است که به علت کمبود قدرت خرید، به علت اینکه مردم برای مسکن پول کافی ندارن، اکثریت عموم مردم، در نتیجه تقاضا چون پایین خواهد بود، دلیلی برای ادامه افزایش شدید وجود نداره. عمده ارزیابی های این است که اگر در سال عادی هم مثلا ما 30-40% تورم داشته باشیم، تورم مسکن هم وجود خواهد داشت به موازات تورم عمومی، ولی ممکن است از تورم عمومی کمتر باشه. یعنی انتظار اینکه قیمت مسکن و خونه افت بکنه وجود نداره. افزایش پیدا خواهد کرد، ولی احیانا ممکن است از سطح کل تورم کمتر افزایش پیدا بکنه. ولی این قسمت دوم سوال شما که باز نیازمند فرصت بیشتری است که بنده بتونم توضیح بدم. نه، ببینید مشکل اقتصادی ایران مشکل در ساختارشه، در تصمیم گیری های کلانشه، در نتیجه با بزک کردن اینجا اونجا حتی اگر کسانی بخوانیم بزک رو بکنن اصلاح نمیشه. نکته ای که یکی از کارشناسان شما که احیانا وزیر هم بود توضیح داد مسئله مهمیه. در 10 سال گذشته ما سالانه به طور متوسط 9% کاهش سرمایه ثابت داریم در کشور. در همین سالها ما سالانه در حدود 150 تا 180 هزار نفر انسان کارورز، کارآمد، جوان، تحصیل کرده فرار از کشور داریم، یعنی خروج سرمایه انسانی، یعنی پایه های فونداسیون این ساختمان داره میریزه، در نتیجه با رنگ رزی کردن روی دیوارهاش بله. کاری نمیشود کرد. آقای دکتر، حالا در فرصتی
بیشتر و مناسبتر درباره به ویژه رکود تورمی دلایل و نتایجش برنامه خواهیم داشت، صحبت خواهیم کرد و از حضور شما بهره مند خواهیم شد. توضیحاتی که شما دادین بعضن به استراتژی و چشم‌انداز در واقع اقتصاد کلان ایران مربوط است و ساختار اقتصاد. اون چیزی که من همیشه اصرارم این است به شما جسارتن که اون چیزی که مردم و بخش اعظم بیننده ها نیاز دارن همین دو نکته ایست که الان شما فرمودید. یک، قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه ولی کاهش پیدا نمیکنه و دلیلش اساساً انفجار نقدینگی است به فرمایش شما. خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید که نقدینگی چرا زیاد شده؟ گفتین عمدن زیاد شده و لااقل این قسمتشو بتونن بینندگان دریافت کنن در واقع دلیل این افزایش مسکن. خواهش می‌کنم، افزایش قیمت. ببینید، برای همین نکته جناب فلاحتی من دست کم یک ساعت وقت لازم دارم، ولی من در یک دقیقه جان کرم خدمتتون عرض کنم. ببینید، نظام پولی ایران نظامی است که با پول کثیف میچرخد. طبق ارزیابی های دقیق در حدود 30-40% پول در گردش پول کثیفه و این پولی است که کنترلی روش وجود نداره. در نتیجه پولشویی ها که در واقع کنترلی بانک مرکزی ها نمیتونن روش داشته باشن در این اقتصاد فراوونه و یک علت اساسی که دولت نمیتواند افکتیف را امضا کنه همینه، برای اینکه این دارندگان پولهای کثیف نیرو دارن، قدرت دارن، سلاح دارن، امنیت دارن. مثال عرض کنم براتون، وقتی مثلا شرکت پولاد مبارکه مثلا عرض میکنم یک چک 50 میلیارد تومانی جا خالی میفرسته به بانک جرأت نداره این چک رو نکول کنه. در برابر نکول کردن یعنی برگشت دادن چک اعتبار صادر میکنه برای اون. در نتیجه این گشایش اعتبارهای بی اعتبار هر روز این هزاران میلیارد تومان رو به اقتصاد تزریق میکنه، یعنی اینکه قدرت خرید پولی که مردم میگیرن، حقوق رو، مزد رو، درآمدهای بیفجه ثابت رو، قدرتش رو ازشون سلب میکنه. پایان سال 100 تومن شما با آمار رسمی 60 تومن قیمت داره. در نتیجه قدرت خرید مردم میفته. انگیزش در اون نظامه که دقیقتر باید اینو توضیح داد خدمتتون. آقای دکتر، ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم. در همین زمینه میخوام باز ازتون بپرسم ارتباط این انفجار نقدینگی با وضعیت شما درباره قیمت ها فرمودین از جمله مسکن و ارزاق عمومی. ببینید، از طرف دیگه ما میبینیم که مردم هم یه جورایی افتادن به در واقع نمیدونم میشه اسمشو گذاشت سوداگری در بازار مسکن یا نه، در واقع اون بخش احتکاریش منظورمه. یعنی اینکه فرض بفرمایید یک نفر یه خونه ای داره که بعد از 10 سال وقتی 11 برابر شده به طور متوسط قیمتش، میاد اینو میفروشه، میره در محلات دیگری که مثلا 5 برابر شده قیمت ها، 2 خونه میخره، یکشو توش میشینه، یکی اجاره میده. اونی هم که توش میشینه دوباره به همین صورت میره جلو، ممکنه 3 تا بخره و 2 تاشو حتی روش بشینه تا 2 سال دیگه بتونه با قیمت فورانی بالاتر بفروشه. و این در واقع اقتصاد سوداگری که یقه مردم هم گرفته، نه برای اینکه پولدارتر بشن، برای اینکه بتونن پول اولیه‌شون رو حفظ بکنن. درست. آیا این هم ارتباطی با بازار مسکن و اون نقدینگی که شما میفرمایید داره، یا مردم میتونن به همین روند ادامه بدن در واقع؟ یعنی میخوام ببینم که آیا طبقه متوسط بدبختر میشه یا میتونه بخشیش لااقل به همین روند ادامه بده؟ ببینید، این حق هر انسانی است که برای حفظ ارزش دارایی خود از هر راهی که مجاز به قانونی است استفاده کنه.
ما در اینجا تکنیکار فاینانشل تکنیکس داریم که از طریق اون این راه ها رو برای مشتریان تنظیم میکنن و ارائه میکنن چیکار بکنید. این یکی از کارهاییست که مردم میکنن و در نتیجه در جمع خلافی نمیبرن. در مورد تورم مسئله فقط و فقط پولیست، یعنی به نظام پولی برمیگرده. ببینید من دو تا نمونه عرض کنم براتون. امسال بودجه کشور از 634 تریلیون تومان بودجه اداره مملکت حدود 300 اندی تریلیون تومان جا خالی است، یعنی دولت این رو استقراض خواهد کرد از بانک مرکزی و جاهای دیگه، یعنی این جای خالی رو پول چاپ میکند و این ایجاد تورم خواهد کرد. نکته دوم، چیزی که ما 12 سال پیش میدونستیم، برای اینکه از اون وقتم از کنم صحبت شده نوشته و شفاهی، اخیراً آقای رئیس بانک مرکزی اعتراف فرمودند که در برابر دلارهای وصول نشده پول چاپ کردند. در این صورت اصلا چه نیازی به درآمد ارزی وجود داره؟ وقتی شما میتونید پول چاپ بکنید به استناد اینکه پول ما چون بلوکه است و اون پول بلوکه در نهایت به بانک مرکزی تعلق خواهد داشت، بانک مرکزی تحت امر پول چاپ کن در اختیار دولت بگذار، خب ایجاد تورم میشه. یعنی بدون پشتوانه تولید پول چاپ شده در اختیار دولت و دولتیان و دم دستگاه های عمومی قرار گرفته. به این ترتیب تورم ناشی از اینه، نه از این سوداگری هایی که مردم برای حفظ ارزش دارایی خودشون انجام میدن. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی آمریکایی پاریس. سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. خیلی ممنون قربان. خب بریم پرده آخر، ولی سریع عرض کنم خدمتتون، این حدیثی که این دوستمون در پرده آخر میگه معنی امروزیش کروناست. آخوندا در گذشته خب طاعون میگفتن، امروز هم بعضا طاعون میگن، منظورش کروناست. حالا چون مختصر حرف میزنه نمیگه دیگه. حالا در حدیث داریم چه خداوند مناع به احترام رسول کرامی سا یک سلسله ویژگی هایی به آقا رسول الله عطا فرموده، از جمله این چه افرادی که با طاعون کشته می شوند و اونا ثواب شهید عنایت می کند به برکت رسول خدا. این هم یک نوع تسلی است برای افرادی که عزیزشون را در این حادثه از دست می دهند. بله دیگه، شب و روزگار خوش.